در مورد کامپرسور هم چند تا نکته هستش که من تو این درس خدمتتون میگم. شما اینجا میتونید از عنوان send to کامپرسور هم استفاده بکنید به جای share، و من براش یه کیبورد شورتکات هم درست کردم شبیه اینه. این command e رو من یه shift هم بهش اضافه کردم، command shift e send to کامپرسور من هست. حالا من اگه اینجا این sample رو انتخاب بکنم، command shift e پایینیش command shift e، همونطور که شما میبینید اینجا اضافه میشه. اما ممکنه دقیقا مثل درس قبلی شما بخواید خیلی سریع این کار رو انجام بدید و یه پیشفرض رو بلافاصله برای شما اینجا اضافه بکنه. به طور مثال یکی از فرمت هایی که هنوز مثل که تو ایران استفاده میشه DVD هستش و اکسپورت برای DVDه. شما میخواید به محض اینکه اینو send to کامپرسور کردید، این اینجا اضافه شده باشه بهش و خودش بلافاصله براتون اضافه بکنه. برای این کار تکنیکش خیلی شبیه همون چیزی که تو فاینال کات بود. شما میاید توی پریفرنسز، اینجا توی سیتینگ میگید که توی سیتینگ های من create DVD MPEG 2 for DVD رو به صورت پیشفرض شما اضافه بکن به همه چیزایی که وارد کامپرسور میشن. حالا این دوتا رو پاک میکنم. من اگه این انتخاب بکنم command shift E، شما میبینید به محض اینکه این اینجا اضافه میشه خود این پیشفرض رو هم خود کامپرسور روش اضافه کرده. باز بعدی به همین صورت، باز بعدی به همین صورت، و خب طبیعتاً یه مرحله شما رو توی کار جلو میندازه و کارتون راحت تر میکنه. یه باگ کوچولو اینجا هست و اونم اینه که توی پریفرنسز شما اگر این لوکیشن رو تغییر بدید و بذارید مثلا روی دسکتاپ، اگر من اینجا بیام سمپل مثلا 4 انتخاب کنم کامند شیفت ای، باز همونطور که شما اینجا میبینید درسته که این بهش اضافه شد ولی لوکیشنش باز همون سورسه و اینو عوض نکرد بذار روی دسکتاپ. اگر شما فیلم های دیگه رو درگ بکنید اینجا، به طور مثال من اگه اینو بیارم اینجا اضافه بکنم این مرسدس رو، درست کار میکنه، لوکیشنش درسته، این پیشفرض امپک تو منم درست بهش اضافه میکنه. ولی متاسفانه الان مثل اینکه یه مشکلی داره با فانال کات، یعنی باگی داره و اینش درست کار نمیکنه. اینم گفتم من بگم خدمتتون که اگه بعداً، حالا اگه دقیقاً با همین ورژن فانال کات و دقیقاً با همین ورژن کامپرسور کار میکنی، ممکن اینو ببینید و بگید که چرا اینجوریه. راه حلش اینه که شما این تیکر رو انتخاب بکنید، این سورس ها رو روش رایت کلیک بکنید رو لوکیشن دسکتاپ. یه خورده باگ دیگه، یعنی میدونید کاریش نمیشه کرد. خب حالا باز مثل سری قبل اگر شما بخواید میتونید 4-5 تا چیز رو هم با هم نسبت بدید بهش. مثلا من میتونم مثلا بیام همه اینا رو انتخاب بکنم command A، یکیش رو انتخاب بکنم command A، همه رو پاک کنم و اینجا بیام بگم که یه پیشفرض اصلا خودم میخوام درست کنم اینجا. مثلا توی این ویدیو شیرینگ ها یه عنوان دیگه میخوام درست بکنم از این، من دوپلیکیت رو میزنم، اسمش هم میذارم امیر لو کوالیتی. ممکنه برای کسایی که اینترنتشون سرعت خیلی پایینی داره این پیشفرض بهتری باشه. اینجا ممکنه من بیام بگم که به جای این دیتا ریت 4800 کیلوبیت رو کاستوم مثلا 670، فریم ریتمونم به طور مثال 15 و اندازشم حد اکثر 640x360. این up to 640x360 به این معنیه که شما اندازه فریمتون هر چقدر بزرگ باشه از این 640 دیگه بزرگتر نخواهد شد، اون یکی عدد رو به نسبت این کم و زیاد میکنه. مثلا اگر شما تصویرتون 640x480 باشه میشه تقریبا یه چیزی تو همین مایه ها، ولی اگر مثلا 1280x720 باشه میشه 640 در اون عددی که با این نسبت و تناسب میخونه، یعنی نسبت تناسب تصویر شما رو به هم نمیزنه. خب من اینجا الان میام این سمپل رو اضافه میکنم، پیشفرضم هم پاک میکنم، امیر لو کوالیتی رو اضافه میکنم اینجا. اگر شما
ببینید اینجا زده اندازش تقریبا میشه 11 مگابایت با این تنظیمات. 11 مگابایت نسبتا عدد معقول و مناسبیه. اگر من فرض کنید شما حالا با همین DVD مقایسه بکنم 104 مگابایته، که خب خیلی عدد بزرگه. حالا اینجا باز میگم عین همون چیزی که با هم دیدیم، میتونید بیاید توی پرفرنسز اینو بذارید روی کاستوم، این دوپلیکیتی که من گرفتم ازش به تغییراتی که دادم حالا تو قسمت کاستوم دیده میشه. توی کاستوم میتونم اینجا من امیر لو کوالیتی رو انتخاب بکنم و الان دیگه اینجا اگر سنتو کامپرسور رو بزنم پیش فرض دوباره از این یکی استفاده میکنه. کارتون شما تموم شد. میخواید این رو به حالت اول برگردونید، میتونید بیاید دوباره لوکیشن رو بذارید روی سورس، این یکی هم بذارید روی نان، که دقیقا همون حالتیه که انگار شما کار خاصی نکرده بودید و دیگه خودش چیزی اینجا اضافه نمیکنه. خب اینم یه سری از چیزهایی که شما میتونستید و میتونید به کامپرسور اضافه بکنید و حالا این کارا رو میتونید انجام بدید. یه نکته کوچیک آخرش میمونه که بسیار 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 مهم و جالبه و دیگه اصلا نیاز نیست شما کامپرسور رو حتی باز بکنید، اونم اینه. الان من اگر بخوام میتونم بیام اینجا توی فانال کات شیر رو بزنم، بذارید اصلا من اد دستینیشن رو بزنم اینجا، من اگر کامپرسور سیتینگ رو حالا بزنم اون کاستومی که درست کردم و اون امیر لوکالیتی اینجا دیده میشه. من میتونم اوکی رو بزنم، اینجا الان من همین تنظیمات رو دارم. من میتونم بیام اینجا make default رو بزنم. الان برای اینکه من با این تنظیمات خروجی بگیرم اصلا نیاز به کامپرسور دیگه ندارم. میتونم بیام اینا رو انتخاب بکنم، command E رو بزنم، همونطور که خاطرتون هست توی درس قبل عوضش میتونستیم بکنیم ما، و حالا توی settingمون دقیقا شما میبینید که این دیگه همین لوکوالیتی من next رو اگه بزنم میتونم جاشم برای سیف بگم و دیگه خیلی راحت و سریع اینو سیوش بکنم و ادامه ماجرا. باز برای بقیه شونم به همین صورت، یعنی همونطور که شما دیدید موشن خیلی امکانات رو به فانال کات اضافه میکنه، کامپرسور هم برای خروجی همین کار رو میکنه. یعنی تو خیلی از موارد شما فقط کافیه یه تنظیم توی کامپرسور درست بکنید، بعدن از اینجا از کامپرسور سیتینگ اون رو اضافه بکنید و حالا دیگه خیلی راحت از توی خود فانال کات بهش دسترسی داشته باشید. مثلا حالا من اینجا MXF چنم اینترو 50 مگابیت رو ممکنه بخوام اضافه بکنم یا حالا هر تنظیمات دیگه. اینه که باز از کامپرسور شما میتونید یه همچین استفاده هم بکنید و اگر پیش فرضی فانال کات نداره که به درد شما بخوره، شما میتونید اون رو توی کامپرسور درست بکنید، بعدن توی فانال کات ازش مستقیما استفاده بکنید بدون اینکه دیگه نیاز باشه که اصلا کامپرسور رو حتی باز بکنید. خب این هم از مجموعه آموزشی استانداردهای هالیوود ما. امیدوارم که رضایت شما رو جلب کرده باشه و از اینکه همراه ما بودید ممنونم ازتون. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.